محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی از پاریس با ما هستند. چطور ارزیابی میکنی شما آقای شعله سعدی این ارزیابی های آقای مقدم رو درباره بی تاثیر بودن قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF؟ من فکر میکنم این ارزیابی درستی نیست و بسیار مسئله مهمی هست که ایران همچنان در این لیست سیاه مونده. این لیست عواقب بسیار زیادی برای سیستم مالی ایران داره و عملا دست ایران رو از تمام بازارهای بین المللی کوتاه میکنه و مراودات مالی و اقتصادی که ایران میتونه داشته باشه با تمام دنیا از بین میبره و جلوش رو میگیره و برخلاف چیزی که ایشون میگن اصلا مسئله بی اهمیتی نیست، بلکه بسیار بسیار مسئله حیاتی برای ایران هست. تا وقتی که در واقع ایران از این لیست سیاه خارج نشه، هیچ گشایش اقتصادی ما نمیتونیم متصور بشیم برای ایران و حتی برداشته شدن تحریم های اقتصادی هم اگر این امر اصلاح نشه هیچ تأثیری نخواهد داشت. کما که این بعد از برجام ما دیدیم با اینکه تحریم ها برطرف شده بودن، ایران همچنان در این لیست بود و نتونستن ایران رو خارج بکنن، هرچند در اون زمان حضور ایران حتی افکتیو نبود و در واقع یک جوری تعلیق هم شده بود، ولی به صرف اینکه اسم ایران تو اون لیست بود باعث میشد که تمام بانک‌های بزرگ ایران اجتناب بکنن از اینکه با ایران مراودات مالی داشته باشن. آقای شعله سعدی، قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF مجدداً روی کدام بخش‌های اقتصادی ایران بیشتر تأثیر خواهد گذاشت؟ من فکر می‌کنم روی تمام بخش‌های اقتصادی ایران، به دلیلی که اول اقتصاد ایران اساساً بر پایه نفت تعریف میشه و بر پایه صادرات نفتی و غیر نفتی که خب باز بخش عمده‌اش مشتقات نفتی هستند و همچنین صادرات و در واقع مراوداتی که ایران با بقیه کشورها داره. خب ببینید، اینم باعث میشه که عملاً صادرات ایران جلوش کاملاً گرفته بشه و حتی اگر ما چیزی رو صادر بکنیم پولش رو نتونیم بیاریم و وارد کشور بکنیم و همچنین واردات رو باعث میشه که هزینه بسیار زیادی متحمل بشن مردم ما بر اثر این موجودیت ایران در این لیست سیاه و باعث میشه که در واقع تجار ما برای که بتونن این لیست رو دور بزنن، سیستم های بانکی رو در واقع به گونه ای اغنا بکنن و اجناس رو وارد ایران بکنن، باعث میشه که مجبور بشن از طریق واسطه های مختلف عمل بکنن و این واسطه ها نهایتاً به گرون شدن و هزینه برداشتن هر محصولی که وارد ایران میشه می انجام و نتیجه نهاییش که اون پول رو مردم پرداخت میکنن. آقای شعله سعدی، این گفته رئیس کمیسیون بودجه مجلس آقای حاجی بابایی که تقریبا نیمی از جمعیت ایران نیاز به کمک فوری دارن، چقدر تحت تاثیر تحریم ها و همین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و سطح کاهش سطح تجارت اون از اگر کوتاه پاسخ بدید؟ به صورت کلی تحریم ها و من جمله حضور ایران در این لیست سیاه تاثیر بسیار بسیار زیادی روی اقتصاد ایران گذاشته و سالیانی که در واقع اقتصاد ایران دچار تحریم و گرفتگی هست و ولی من فکر نمی کنم در این حال که تحریم ها تنها عامل این موضوع باشن. من حتی اگر بخوام طبقه بندی بکنم مشکلات اقتصادی ایران رو، اول به نظر من خشکسالی و بعد فساد افسار گسیخته و شاید در درجه سوم یا چهارم من بتونم تحریم رو قرار بدم و اثراتش رو. من فکر می کنم عدم مدیریت صحیح در ایران بیش از تحریم ها آسیب زده به اقتصاد ایران و نهایتا مردم رو صدمه زده. بسیار ممنونم از توضیحات شما. محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل و تحریم های اقتصادی که از پاریس با ما بودند.